خبرها. کشته شدن معاون کمیسیون نظامی طالبان در هلمند. جلوگیری از سقوط ولسوالی دهراورد ولایت اروزگان بر طالبان. و تلاش نمایندگان شورای منسک برای توافق آتش بس میان آذربایجان و ارمنستان. سلام و وقت شما بخیر. به رویدادهای خبری این ساعت خوش آمدید. مشروع خبرها. وزارت دفاع کشور از کشته شدن معاون کمیسیون نظامی گروه طالبان در ولایت هلمند خبر داده است. در اعلامیه این وزارت آمده است که ملا امان الله معاون کمیسیون نظامی طالبان در هلمند با 8 تن از همراهانش روز گذشته در یک حمله هوایی نیروهای افغان کشته شدند. وزارت دفاع کشور از کشته شدن معاون کمیسیون نظامی گروه طالبان در ولایت هلمند خبر داده است. در اعلامیه این وزارت آمده است که ملا امان الله معاون کمیسیون نظامی طالبان در هلمند با 8 تن از همراهانش روز گذشته در یک حمله هوایی نیروهای افغان کشته شدند. در همین حال این حمله در منطقه خسر آباد ولسوالی ناوی ولایت هلمند اجرا شده است. به نقل از اعلامیه ملا امان الله شبکه زیر نام شفیق را نیز رهبری می‌کرد. وزارت دفاع همچنان گفته است که در این حمله هوایی یک اراده موتر، 4 میل کلاشینکوف، 2 میل درازنوف و 2 پای مخابرات آیکم از بین برده شده است. ولایت هلمند در جنوب کشور یکی از ولایت ناامن است. جنگجویان گروه طالبان در بخش های از این ولایت حضور و فعالیت توریستی دارند. هلمند در چند روز گذشته شاهد درگیری های شدید میان نیروهای دولتی و جنگجویان طالبان بوده است. در نتیجه این درگیری ها 10 جنگجوی طالب کشته و زخمی شدند. در این درگیری ها به نیروهای دولتی و غیر نظامیان نیز تلفات وارد شده و هزاران خانواده از محل سکونتشان بیجا شدند. شرکت برشنا اعلام کرده است که واردات برق ازبکستان برای 2 روز به نسبت پیشبرد کار تکنیکی در کشور از 450 مگاوات به 200 مگاوات کاهش می‌یابد. شرکت برشنا اعلام کرده است که واردات برق ازبکستان برای 2 روز به نسبت پیشبرد کار تکنیکی در این کشور از 450 مگاوات به 200 مگاوات کاهش می‌یابد. در همین حال این شرکت در یک اعلامیه گفته است مشترکین گرامی کابل و ولایت به اساس اطلاع جانب ازبکستان امروز و فردا به نسبت پیشبرد کار تکنیکی در آن طرف مرز تولید برق از 450 مگاوات به 200 مگاوات کاهش می‌یابد. در این اعلامیه آمده است که به این دلیل پرچاوهای برق از روز شنبه و یکشنبه بیشتر خواهد بود. چندی پیش برق وارداتی از تاجیکستان نیز برای مدت کاهش یافته بود و در نتیجه آن کابل و برخی از ولایات با کمبود برق مواجه شده بودند. بخش بزرگی از برق افغانستان وارداتی بوده و از کشورهای ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ایران تامین می شود. برق کابل در فصلهای گرما و سرما نوبتی می شود که این خود بزرگترین مشکل را برای مردم به بار می آورد. وزارت امور داخله میگوید که نیروهای فرماندهی پلیس کابل در 48 ساعت گذشته 16 نفر از مجرمان جنایی را بازداشت کردند. این وزارت با نشر خبرنامه امروز گفته است که بازداشت این مجرمان در چارچوب تطبیق میثاق امنیتی صورت گرفته است. بر اساس اطلاعات وزارت امور داخله، مجرمان بازداشتی از نقاط مختلف شهر کابل گرفتار شدند. این در حالی است که شهر کابل در طی هفته‌های گذشته شاهد رویدادهای زیاد جرایم جنایی و حملات توریستی بود. شهروندان پایتخت با انتقاد از رویکرد نهادهای امنیتی در برابر دزدی‌ها، آدم‌ربایی‌ها و عملات توریستی این نهادها را ناکارآمد و همدست باندهای مافیایی خواندند. انتقادهایی که سبب شد رئیس جمهور غنی مسئولیت تامین امنیت کابل را به صالح معاون نخست خود واگذار کند. مقام‌های محلی ولایت اروزگان می‌گوید که سقوط ولسوالی دهراورد این ولایت جلوگیری کرده، اما درگیری میان نیروهای افغان و جنگجویان گروه طالبان هنوز هم در مرکز این ولسوالی جریان دارد. در همین حال جان محمد کریمی فرمانده پلیس ولسوالی دهراورد این ولایت گفت که در حال حاضر تمامی ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی در کنترل نیروهای امنیتی افغان است. کریمی افزود که طالبان از 4 روز به این سو حملاتشان را بر مرکز این ولسوالی شدت داده و جنگجویان این گروه توانستند خود را تا بازار این ولسوالی برسانند. فرمانده پلیس دهراورد همچنان گفت که طالبان در خانه‌های غیر نظامیان سنگر گرفته و علیه نظامیان
افغان می جنگند. احمد شاه سائل سخنگوی ولی اروزگان نیز گفت روز گذشته یک واحد نیروهای امنیتی به هدف جلوگیری از سقوط ولسوالی دهراورد به دست طالبان اعظم این ولسوالی شده است. در این درگیری ها برای دو طرف و غیر نظامیان تلفات وارد شده، اما شمار دقیق آن تا اکنون روشن نیست. وزارت معدن و پترولیم میگوید که کشور برای بار دوم عضویت سازمان ابتکار شفافیت صنایع استخراجی را به دست آورده است. وزارت معدن و پترولیم افغانستان میگوید این کشور برای بار دوم عضویت سازمان ابتکار شفافیت صنایع استخراجی را به دست آورده است. آرون چخانسوری سرپرست این وزارت در صفحه فیسبوک خود نگاشته است که وزارت معدن و پترولیم ضمن اصلاحات در تصدیه‌ها و تامین شفافیت در پروسه اعطای قراردادها و جوازها جلسات منظم گروپ چند جانبه متشکل از مسئولین حکومت، جامعه مدنی و سکتور خصوصی را انجام داده و در تکمیل نمودن معیارهای پروسه دوم اعتباردهی پیشرفت‌های چشمگیر داشت. چخانسوری گفته است که این وزارت برای تطبیق سفارشات سازمان ابتکار شفافیت صنایع استخراجی تلاش کرده و متحد باقی خواهند ماند. گفتنی است که افغانستان برای نخستین بار در سال 2010 میلادی عضویت سازمان بین‌المللی ابتکار شفافیت صنایع استخراجی را به دست آورده بود، اما این سازمان در سال 2017 عضویت این کشور را به حالت تعلیق برآورد. این سازمان با تعلیق عضویت افغانستان دلیل این تصمیم را به مدیریتی در سکتور معدن و به توجه حکومت افغانستان در تطبیق معیارهای این سازمان اعلام کرده بود. نمایندگان شورای منسک متشکل از فرانسه، روسیه و آمریکا که برای اصول آتش بس و توافق بین آذربایجان و ارمنستان تلاش میکنند با صدور بیانیه از توافق این دو کشور برای هدف قرار ندادن غیر نظامیان و مبادله اجساد قربانیان خبر دادند. بر اساس این بیانیه دو کشور همچنین توافق کردند که طی یک هفته فهرست از اسامی که در اختیار دارند برای مبادله تهیه کنند. مذاکرات جداگانه وزرای خارجه ارمنستان و جمهوری آذربایجان با نمایندگان گروه منسک روز گذشته در شهر ژنو با هدف ایجاد اعتماد بین دو طرف و یافتن راه حل دیپلماتیک برای درگیری در ناحیه گورنوی قره‌باغ انجام شد. شورای منسک متشکل از فرانسه، روسیه و آمریکا که در چارچوب سازمان امنیت و همکاری اروپا مسئولیت میانجیگری در بحران ناحیه ناگورنوی قره‌باغ را بر عهده دارند، اعلام کرد که هدف مذاکرات دستیابی به یک توافق با آغاز اجرای آن بر اساس جدول زمانی مورد قبول دو طرف است. در روزهای اخیر دولت ترکیه نیز خواستار پیوستن به مذاکرات جاری در باره صلح بین ارمنستان و آذربایجان بوده است. این درخواست با حمایت روسیه همراه شد، ولی آمریکا با اشاره به اینکه گزارش‌های درباره اعزام شبه نظامیان سوریه از طرف ترکیه برای کمک به آذربایجان وجود دارد با حضور ترکیه در مذاکرات مربوط به صلح مخالفت کرده است. دو مورد آتش بسی که در هفته گذشته با میانجیگری روسیه اعلام شد و آتش بس روز یکشنبه که در پایان مذاکرات جداگانه وزارات خارجه دو کشور با مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا در واشنگتن اعلام شد نتوانست این درگیری‌ها را متوقف کند. قرار بود این مذاکرات روز پنجشنبه آغاز شود، ولی بدیل تجدید درگیری‌ها در ناحیه ناگورنوی قره‌باغ و مناطق اطراف آن که در کنترل نیروهای ارمنستان است یک روز به تأخیر افتاد. درگیری‌های اخیر در این مناطق که از روز 27 سپتامبر آغاز شد شدیدترین مورد طی 25 سال اخیر است و برخی از کارشناسان و دولت روسیه تخمین می‌زنند که تا اکنون چند هزار قربانی به جا گذاشته است. جمهوری آذربایجان روز پنجشنبه اعلام کرد که 29 نفر از نیروهای مسلح ارمنی را به آن کشور تحویل داده است. دولت ارمنستان نیز این موضوع را تایید کرده است. دو کشور طرف مقابل را به نقض آتش بس روز یکشنبه که با میانجیگری دولت آمریکا اعلام شد متهم کردند. سفارت روسیه در آمریکا این کشور را به تعامل در مورد پیشنهاد روسیه در خصوص پیمان منع استفاده از موشک‌های کوتاه برد و برد متوسط فراخواند. در همین حال سفارت روسیه در واشنگتن اعلام کرد ایالات متحده باید در مورد پیشنهاد رئیس جمهور روسیه در خصوص پیمان منع موشک‌های هسته‌ای به دقت توجه کند. سفارت روسیه در واشنگتن در بیانیه‌ای که در حساب کاربری این نهاد در توییتر منتشر شده میگوید هیچ کس خواستار یک بحران موشکی دیگر نیست. پیشنهاد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روش‌های سازش را به نفع همه کشورها در نظر گرفته است. ما پیشنهاد می‌کنیم که شرکای آمریکایی ما به آنها توجه جدی نشان دهند. پیش از این آناتولی آنتونوف سفیر روسیه در واشنگتن از ایالات متحده خواست تا سطح مسابقه تسلیحاتی موشکی را پیش از این بالا نبرد. از آمادگی مسکو برای تلاش های مشترک جهت تنش زدائی اوضاع در اروپا خبر داد. گفتنی از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در تاریخ 26 اکتبر در بیانیه اقدامات مضاعف برای تنش زدائی اوضاع در قاره اروپا با توجه به خروج آمریکا و توقف اجرای پیمان نابودی موشک های دارای برد متوسط و کوتاه‌تر را پیشنهاد کرد. پوتین از آمادگی روسیه برای عدم استقرار موشک های روسی M7299 در بخش اروپا پای
این کشور که واشنگتن آنها را نقض پیمان نابودی موشک‌های دارای برد متوسط و کوتاه‌تر دانسته خبر داده و در عین حال هشدار داد که این مسئله تنها به شرط اقدام متقابل از سوی کشورهای عضو ناتو امکان پذیر خواهد بود. سپاس از امرویتان و مجموع خبرهای این ساعت از نورین. الان شما دعوت میکنم تا با بقیه برنامه های نورین باشید. وقتتان بخیر.